سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه ایران و جهان. در این برنامه با شما هستم با مهمترین تحولات هفته گذشته، از جمله استفاده روسیه از زیردریایی در نبرد با گروه داعش، درخواست آمریکا و اعضای گروه 5 به علاوه 1 از شورای حکام برای بستن پرونده ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران، تصویب طرح تازه مجلس نمایندگان آمریکا برای اعمال محدودیت‌های تازه برای سفر به ایالات متحده و پیروزی حزب راست افراطی جبهه ملی در انتخابات منطقه‌ای فرانسه. در پایان هم طبق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با تازه‌های این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. روسیه برای نخستین بار در نبرد علیه گروه تروریستی دولت اسلامی از زیردریایی استفاده کرد. این زیردریایی با پرتاب موشک‌های کروز رقه پایگاه اصلی دولت اسلامی در سوریه را هدف قرار داد. حملات تازه روسیه در سوریه در حال صورت گرفته که گروهی از مخالفان بشار اسد در ریاض گرد هم آمدند تا در مورد تشکیل یک جبهه متحد برای گفتگوهای احتمالی با دولت مرکزی سوریه مذاکره کنند. روسیه اعلام کرده است برای نخستین بار با استفاده از زیردریایی در دریای مدیترانه حملاتی را در سوریه انجام داده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه 17 آذر ماه گفت حملات اخیر کشورش طی 3 روز گذشته 300 موضع مختلف را هدف قرار داده و به نیروهای ویژه سوری کمک کرده است تا جعبه سیاه جنگنده سرنگون شده را پیدا کنند. وزیر دفاع روسیه گفت چندین موشک از زیردریایی روستوفوندون در دریای مدیترانه به سوی این اهداف پرتاب شده است. وی همچنین اعلام کرده که حملات هوایی و موشک‌های پرتاب شده از طریق زیردریایی موفق بوده و تمام اهداف نابود شدند. روسیه از پایان ماه میلادی سپتامبر حملات خود در سوریه را آغاز کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز روز سه‌شنبه 17 آذر ماه گفت موشک‌های پرتاب شده از زیردریایی قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را دارند، ولی امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آنها در جنگ با تروریسم نباشد. حملات تازه روسیه در سوریه در حالی صورت گرفته که گروهی از مخالفان بشار اسد از روز سه‌شنبه 17 آذر ماه در ریاض گرد هم آمدند تا در مورد تشکیل یک جبهه متحد برای گفتگوهای احتمالی با دولت مرکزی سوریه مذاکره کنند. واشنگتن ابراز امیدواری کرده است که نشست مخالفان اسد در ریاض گامی مهم برای ایجاد فرصت مذاکره زیر نظر سازمان ملل و برای یک گزار سیاسی باشد. همچنین به گزارش سایت العربیه، عادل الجبیر وزیر امور خارجه سعودی در روز آغاز مذاکرات مخالفان دولت سوریه در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه درباره اوضاع سوریه گفتگو کرده است. بنابراین گزارش، آقای لاوروف از برگزاری این کنفرانس استقبال کرده و گفت از اکثریت هیئت‌های شرکت کننده حمایت می‌کند و ابراز امیدواری کرد که با همکاری استفان دیمیستورا نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه یک هیئت واحد از مخالفان سوری تشکیل شود. آقای لاوروف گفت آماده است در کنفرانس سوریه که قرار است در روزهای 18 و 19 ماه جاری میلادی در نیویورک برگزار شود شرکت کند. آقای لاوروف خواستار آن شد تا خط‌کشی میان سازمان‌های میانه‌روی مخالف رژیم بشار اسد و گروه‌های تروریست صورت گیرد تا گروه اول بتواند در مرحله انتقالی سوریه ایفای نقش کند. همزمان رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است کشورش بر سر برپایی منطقه امن در شمال سوریه اصرار دارد. آقای اردوغان تصریح کرده ترکیه خواهان تسریع در اجرای پیشنهادی آموزش و مسلح سازی اپوزیسیون سوریه است.
طرح برپایی منطقه امن در شمال سوریه طرحی است که ترکیه از مدت‌ها پیش در پی آن است و حتی مشارکتش در ائتلاف بین الملل علیه داعش را به برپایی این منطقه مرتبط کرده بود. علاوه بر دولت سوریه، روسیه و ایران که متحدان نظام بشار اسد هستند نیز با این طرح مخالفند. حملات هوایی روسیه علیه مواضع مخالفان حکومت بشار اسد بزرگترین مانع در مسیر برپایی این منطقه به شمار می آید. به ویژه اینکه پس از سرنگونی جنگنده روسیه توسط نیروی هوایی ترکیه، مسکو سامانه ضد هوایی پیشرفته S-400 خود را در سوریه مستقر کرد. مسئله‌ای که برپایی منطقه امن را بیش از پیش دشوار می کند. مولود چاوشوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز سه‌شنبه گفت ترکیه ارسال نیروهای بیشتر به عراق را متوقف کرده، اما در حال حاضر نیروهای خود را از این کشور بیرون نمی‌برد. همزمان روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است تا در یک نشست اضطراری به موضوع حضور نیروهای ترکیه در خاک عراق رسیدگی کند. همزمان در عراق مقامات امنیتی این کشور اعلام کردند نیروهای امنیتی و نظامی آن کشور بخش بزرگی از شهر رمادی را که به تصرف گروه موسوم به حکومت اسلامی در آمده بود باز پس گرفتند. عملیات نیروهای زمینی عراق در رمادی از حمایت هوایی ارتش آمریکا برخوردار است. بازپسگیری کنترل رمادی به طور کامل میتواند ضربه مهمی به داعش باشد. سرهنگ استیو وارن سخنگوی عملیات ایالات متحده علیه داعش گفت بازپسگیری شهر رمادی راه را برای عملیات بعدی باز کرده و تبلیغات داعش فرو می‌ریزد. رمادی مرکزی گمرکی و کالایی برای منطقه موسوم به ولایت فرات به شمار می‌رود. اما مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را تصویب کرده که محدودیت‌های تازه‌ای را بر شهروندان کشورهایی که بدون ویزا به این کشور سفر می‌کنند اعمال می‌کند. در طرح تازه سفر به ایران، عراق، سوریه و سودان خط قرمز جدید برای دریافت ویزای آمریکا خواهد بود. این طرح در پی حملات مرگبار پاریس که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت مطرح شد. در حالی که سخنان دونالد ترامپ از نامزدهای جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده درباره منع کامل ورود مسلمانان به خاک آمریکا بحث داغ جاری در رسانه‌های این کشور است، مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه 17 آذر ماه طرحی را تصویب کرد که بر سر راه سفر بدون ویزا به این کشور موانع جدیدی قرار خواهد داد. بر اساس این طرح که با استقبال کم سابقه ای از سوی نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه مواجه شده و با 407 رأی موافق در برابر 19 رأی مخالف به تصویب رسید، تبادل اطلاعات میان آمریکا و 38 کشوری که سفر شهروندانشان به آمریکا بدون دریافت ویزا میسر است تشدید خواهد شد تا از ورود عناصر رادیکال به این کشور جلوگیری شود. بر اساس این طرح همچنین کسانی که به سوریه یا عراق سفر کردند تا 5 سال امکان سفر بدون ویزا به آمریکا را از دست خواهند داد. این طرح به وزارت امنیت داخلی آمریکا این امکان را می‌دهد که در صورت لزوم کشورها را از سیستم معافیت ویزا حذف کند. تصویب این طرح واکنشی است از سوی سیاستگزاران ایالات متحده به فاجعه تروریستی پاریس که از سوی داعش صورت گرفت و بیش از 130 قربانی بر جای گذاشت. در پی این حادثه و نیز رخداد تیراندازی سن برناردینو به دست دو شهروند مسلمان آمریکایی که به کشته شدن 14 نفر منجر شد، حالا سفر کردن به آمریکا برای شهروندان کشورهایی که پیشتر نیازی به ویزا نداشتند هم تبدیل به فرایندی پیچیده و زمان بر خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که از میان شهروندان 38 کشوری که تاکنون برای سفر به آمریکا نیاز به دریافت ویزا نداشتند، سالانه نزدیک به 20 میلیون نفر به آمریکا سفر می‌کنند. اما این رقم در سال‌های آتی و با محدودیت‌های سختگیرانه جدید شاهد کاهشی چشمگیر خواهد بود.
بر اساس طرح جدیدی که با هدف ارتقای امنیت طرح معافیت ویزای آمریکا تصویب شده، 38 کشوری که مشمول این معافیت میشوند باید پاسپورت‌هایی حاوی چیپ‌های الکترونیک صادر کنند که اطلاعات بیومتریک دارنده پاسپورت در آن ذخیره شده باشد. گذشته از این کشورها باید در صورت ربوده شدن پاسپورت‌ها مسئله را به اینترپل پلیس بین المللی اطلاع دهند و اطلاعات مرتبط با تروریست‌های شناخته شده یا مظنونان را با ایالات متحده به اشتراک بگذارند. قانونگذاران آمریکایی میگویند نگرانند جمعیتی 5 تا 30 هزار نفری که پاسپورت‌های اروپایی دارند اما جزو عناصر رادیکال محسوب میشوند و در سالهای گذشته به سوریه و عراق هم سفر کرده‌اند از این امکان سوء استفاده کنند تا امنیت آمریکا را به خطر بیاندازند. با این همه این طرح مخالفانی هم دارد که معتقدند صرفاً از این راه‌ها نمیتوان مانع ورود تروریست‌ها به خاک آمریکا شد. براد شرمن، سناتور جمهوری‌خواه مخالف این طرح، به واشنگتن پست می‌گوید شبه نظامیان داعش عموماً از راه‌های غیرقانونی از مسیر ترکیه وارد سوریه می‌شوند و به همین خاطر مهری در پاسپورت آنها ثبت نمی‌شود. شورای ملی ایرانی آمریکایی ها نیاک نیز آن را تبعیض‌آمیز می‌داند و در حال جمع‌آوری امضا برای اعلام دادخواست علیه آن است. این طرح برای نهایی شدن باید در مجلس سنای آمریکا هم تصویب شود و پس از آن به امضای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم برسد. در تحولی دیگر، وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هشدار داده است که اظهارات دونالد ترامپ درباره مسلمانان داعش را تقویت می‌کند و امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد. آقای ترامپ که نامزد رقابت‌های درونی حزب جمهوری‌خواه است، روز دوشنبه 16 آذر ماه گفته بود باید از ورود مسلمانان به آمریکا جلوگیری شود. اظهارات آقای ترامپ با واکنش‌های منفی در سطح جهان روبرو شده است. پیتر کوک، سخنگوی پنتاگون، گفته این سخنان جهان‌بینی داعش را تقویت می‌کند. پنتاگون همچنین توییتی از هیلاری کلینتون، نامزد رقابت‌های مرحله مقدماتی حزب دموکرات، را منعکس کرد که گفته بود اظهارات ترامپ نه فقط برخلاف ارزش‌های ماست، بلکه بهانه‌ای به دست تروریست‌ها می‌دهد. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، هم گفته این اظهارات در نبرد با داعش سازنده نیست. با این وجود، آقای ترامپ روز سه‌شنبه 17 آذر ماه از پیشنهاد خود دفاع کرد و آن را به سیاست‌های فرانکلین روزولت در جریان جنگ جهانی دوم علیه ژاپنی‌ها، آلمانی‌ها و ایتالیایی‌های ساکن آمریکا تشبیه کرد. رهبران اسلامی، سازمان ملل و کشورها این اظهارات را خطرناک و تفرقه انگیز دانستند و کاخ سفید گفت که آقای ترامپ صلاحیت نامزدی در انتخابات را ندارد. آقای ترامپ از جمله در توضیح سخنانش گفت بخش‌هایی از لندن آنقدر رادیکالیزه شده که پلیس باید نگران جانش باشد. بوریس جانسون، شهردار لندن، روز سه‌شنبه 17 آذر ماه این حرف را مسخره خواند و گفت تنها دلیلی که من به بعضی قسمت‌های نیویورک نمی‌روم این است که ممکن است به دونالد ترامپ برخورد کنم. رهبران حزب جمهوری‌خواه هم قاطعانه سخنان آقای ترامپ را محکوم کردند. اما هفته گذشته متن پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 برای ارائه به شورای حکام درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران یا همان PMD منتشر شد. در بندی از این متن تاکید شده همه فعالیت‌ها برای روشن ساختن موضوعات باقی‌مانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طبق برنامه زمانی انجام شده است. آمریکا و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 خواستار بسته شدن پرونده ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند. متن پیشنویس قطعنامه پیشنهادی کشورهای 5 به علاوه 1 برای ارائه به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران منتشر شد. پیشنویسی که عباس عراقچی، رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام، درباره آن گفته این قطعنامه پرونده PMD را به صورت کامل و قاطع می‌بندد و دستور کار آژانس را از نگاه به گذشته به سمت نگاه به آینده تغییر خواهد داد.
خبرگزاری‌های فارس و مهر روز سه‌شنبه 17 آذر متن فارسی این پیشنویس را منتشر کردند که در بندی از آن تأکید شده که همه فعالیت‌ها در نقشه راه برای روشن ساختن موضوعات باقی‌مانده گذشته و حال مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران طبق برنامه زمانی توافق شده انجام گردیده است. در این بند تصریح شده که با تصویب این قطعنامه رسیدگی به موضوع PMD توسط شورای حکام آژانس را خاتمه می‌دهد. پیشنویس این قطعنامه گزارش اخیر یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد لحاظ قرار داده است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش نهایی خود درباره ابعاد نظامی برنامه اتمی ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی دست کم تا انتهای سال 2003 میلادی برای ساخت چاشنی انفجاری هسته‌ای تلاش کرده، هرچند این فعالیت‌ها از حد مطالعات امکان سنجی و علمی فراتر نرفته است. بر اساس گزارش آژانس، برخی از این فعالیت‌ها تا سال 2009 نیز همچنان ادامه داشته، اما پس از سال 2009 نشانه معتبری از فعالیت مرتبط با ساخت سلاح‌های هسته‌ای در ایران یافت نشده است. با وجود این، در پیشنویسی که توسط آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه، چین و آلمان به شورای حکام آژانس ارائه شده، تأکید شده که این شورا تصمیم می‌گیرد تا 10 سال بعد از روز قبول برجام یا تا تاریخی که مدیر کل گزارش بدهد که این آژانس به نتیجه‌گیری گسترده‌تر برای ایران رسیده است، این موضوع را در دستور کار داشته باشد. مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند بسته شدن پرونده PMD در شورای حکام شرط اجرای توافق جامعه اتمی یا برجام توسط ایران است. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز گفته است کسی در مورد تلاش‌های نظامی ایران در عرصه فعالیت‌های اتمی گذشته هیچ گونه تردیدی نداشت، اما جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط دولت ایران در آینده از موضوع ابعاد نظامی ابهام‌آمیز فعالیت‌های اتمی گذشته بسیار مهم‌تر است. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال میگوید ایران در حال بررسی گزینه انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده مازاد خود به بانک سوخت قزاقستان است. این روزنامه به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی نوشته است که طرفین امیدوارند این اقدام از ماه آینده اجرایی شود. بنابر این گزارش، ایران برای کاهش ذخایر اورانیوم با غنای 5% خود روی روسیه حساب کرده است، اما در زمینه کاهش ذخایر اورانیوم با غنای 20% از طریق تبدیل به صفحه سوخت که بازگرداندن اورانیوم به حالت اول را بسیار دشوار می‌کند، با چالش فنی مواجه شده و به همین جهت باید بخش اعظم این ذخایر را به خارج از کشور منتقل کند. ایران در حال حاضر از محل تولیدات گذشته خود حدود 200 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20% در فرم‌های مختلف دارد که این میزان بر اساس توافق هسته‌ای باید به صفر برسد. به نوشته وال استریت جورنال، در هفته گذشته ایران و 5+1 مذاکرات متعددی در رابطه با نحوه کاهش ذخایر 20% داشتند و این گفتگوها همچنان ادامه دارد. یکی از این گفتگوها ماه گذشته به صورت محرمانه در عمان و با حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا صورت گرفته است. بر اساس این طرح ایران قرار است قراردادی تجاری با قزاقستان به امضا برساند که بر اساس آن این کشور برای دوره‌ای احتمالاً چندین ساله 10 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم با غنای 20% ایران را نگهداری خواهد کرد. به گفته افراد مطلع، این قرارداد هنوز نهایی نشده و بخش‌های مهمی از آن از جمله نقش دقیق قزاقستان هنوز مشخص نشده است. وزارت خارجه قزاقستان تا کنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.
اما مجلس ایران فهرست کسانی را که از تصدی مشاغل حساس در جمهوری اسلامی محروم هستند تصویب کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی به ممنوعیت احراز مشاغلی چون ریاست جمهوری، وزارت، استانداری و فرمانداری، نیروی انتظامی، سپاه و استخدام در وزارت خارجه برای طیف گسترده‌ای از شهروندان و افراد دو تابعیتی جنبه قانونی بخشیدند. روز سه‌شنبه 17 آذر طرحی در مجلس ایران تصویب شد که علاوه بر افراد دو تابعیتی، طیف وسیعی از شهروندان را نیز از احراز مشاغل عالی و حساس محروم می‌کند. طبق ماده 2 این مصوبه، افرادی که به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام نداشته باشند، آنها که سابقه محکومیت مالی و امنیتی دارند، وابستگان تشکیلاتی احزاب، سازمانها و گروه‌های محارب و معاند، اعضای فرقه زاله، مروجان افکار انحرافی و عرفان‌های کاذب و کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش مؤثر داشتند، حق دستیابی به پست‌های حساس را ندارند. به این فهرست آمران و مباشران راه اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای، سایت‌های اینترنتی ضد اسلام و ضد انقلاب، محکومان قاچاق مواد مخدر، معتادان به مشروبات الکلی و مواد مخدر و مشهوران به فساد و متجاهران به فسق را باید اضافه کرد. وزارت اطلاعات ملزم شده که طی 3 ماه و با کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، آیین‌نامه اجرایی این مصوبه را تهیه کند. مصوبه مجلس گامی است در نهادینه کردن تبعیض‌های سیاسی و اجتماعی در ایران. به طور نمونه، عدم التزام به ولایت فقیه در فهرست یاد شده به معنای محرومیت بدیعی اهل سنت از دستیابی به مشاغلی در سطح مدیریتی خواهد بود. فعالیت در شبکه‌های ماهواره‌ای یا سایت‌های اینترنتی نیز بخشی از حقوق شهروندی است و نمی‌تواند مبنای محرومیت از تصدی پست‌های ارشد قرار گیرد. لحاظ کردن محکومیت امنیتی در این فهرست نیز می‌تواند به حاشیه راندن زندانیان سیاسی را توجیه کند. مبنای ممنوعیت تصویب شده برای دو تابعیتی ها نیز ماده 982 قانون مدنی ایران است که در اصل مربوط به خارجی هایی است که تابعیت ایرانی می گیرند و طبق آن می توانند از کلیه حقوق ایرانیان بهره مند شوند، اما نمی توانند به مشاغل حساس و مهم دست یابند. طبق ماده 982 قانون مدنی ایران، احراز مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، نمایندگی مجلس، عضویت در شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه، قضاوت، رتبه های فرماندهی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی و پست های عالی امنیتی و اطلاعاتی برای افراد دارای تبعیت خارجی ممنوع است. آنگونه که خبرگزاری مهر می نویسد، مبتکران دو فوریت این طرح قصد داشتند احراز پست های عالی اقتصادی را نیز برای چنین افرادی ممنوع اعلام کنند. موافقان این طرح در بحث‌های مقدماتی در مجلس و در دفاع از محرومیت افراد دو تابعیتی از احراز مشاغل حساس، از جمله به مورد اختلاس 3000 میلیارد تومانی اشاره کرده بودند. محمود رضا خاوری، رئیس بانک ملی ایران، به دلیل داشتن تابعیت کانادا توانست پیش از دستگیری و بازخواست به خارج از کشور بگریزد. اما هفته گذشته حزب راست افراطی جبهه ملی به رهبری مارین لوپن شگفتی ساز انتخابات منطقه‌ای فرانسه شد و از هر دو رقیب خود جلو زد. در اولین انتخابات بعد از حملات اخیر پاریس، حزب سوسیالیست حاکم به رهبری فرانسوا اولاند شکست سنگینی خورد و در رتبه سوم ایستاد. حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی که نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه عضو است، در رده دوم قرار گرفت. وزارت کشور فرانسه روز دوشنبه 16 آذر با تکیه بر آخرین نتایج نخستین دور از انتخابات منطقه‌ای در این کشور اعلام کرد حزب راستگرای جبهه ملی دیروز یکشنبه 15 آذر توانست در دور اول انتخابات مناطق پیشتاز سایر احزاب شود. این حزب در 6 منطقه از 13 منطقه اکثریت آرا را به دست آورد. این بهترین نتیجه است که جبهه ملی در تاریخ خود توانسته است در چارچوب انتخاباتی سراسری در فرانسه به دست آورد.
ناظران میگویند پیروزی جبهه ملی ممکن است صحنه سیاسی فرانسه را دستخوش تغییراتی کم سابقه کند. حزب راست میانه اتحاد برای جنبش مردمی که نیکولای سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه عضو آن است، با کسب 27% از آرا در رتبه دوم قرار دارد. حزب سوسیالیست‌ها، حزب فرانسوا اولاند رئیس جمهور کنونی نیز 23.5% آرا را به دست آورده و رده سوم را به خود اختصاص داده است. جبهه ملی به عنوان حزبی ضد اتحادیه اروپا و مخالف مهاجران شناخته می شود. پیروزی عمده این حزب در انتخابات منطقه‌ای ارزندامی در برابر دو حزب عمده فرانسه، محافظه‌کاران و سوسیالیست‌هاست که تاکنون قدرت را به طور متناوب در دست داشتند. مارین مارشل لوپن، دختر 25 ساله خاندان لوپن که حزب جبهه ملی را بنیاد گذاشته و رهبری می کند، گفته است این نتایج تاریخی و فوق‌العاده است. سیستم قدیمی امشب مرد. برآوردها نشان می دهند که او در منطقه جنوب شرق فرانسه 42% آرا را از آن خود کرده است. این نتیجه دو برابر بهتر از نتیجه است که پدر بزرگ او ژان ماری لوپن در سال 2010 به دست آورده بود. حزب تحت رهبری خانم مارین لوپن، خاله مارین مارشال لوپن، مجموعاً حدود 30% کل آرا را به دست آورده است. دور دوم انتخابات هفته آینده برگزار می شود. هر حزبی که 10% آرا را به دست آورد می تواند در دور دوم شرکت کند. خبرگزاری فرانسه از قول یکی از نامزدهای حزب سوسیالیست که مجبور شد از انتخابات کنارگیری کند نقل کرده است، نتیجه‌ای که جبهه ملی کسب کرده تهدیدی برای ارزش‌های فرانسه است. دبیر حزب سوسیالیست ژان کریستوف کامبادلی خواستار تشکیل ائتلافی بزرگ برای جلوگیری از قدرت گرفت جبهه ملی شده است. همین امر نیز سبب شد تا سوسیالیست‌ها دو تن از نامزدهای خود را از گردونه انتخابات خارج کنند. اما نیکولای سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه و رهبر محافظه‌کاران، گفته است حزب وی حرکتی در جهت کمک به پیروزی سوسیالیست‌ها در برابر جبهه ملی نخواهد کرد و نامزدی را از انتخابات بیرون نمی آورد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که نتیجه انتخابات منطقه‌ای به طور عمده‌ای تحت تأثیر تهدیدهای گروه موسوم به حکومت اسلامی، حملات پاریس، بحران پناهجویان و مسئله مهاجران و نیز وضعیت اقتصادی و بیکاری قرار گرفته است. این انتخابات که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد، اهمیتی نمادین دارد، چرا که بزرگترین و مهمترین انتخابات سراسری در این کشور پیش از انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سال 2017 است و جو و فضای سیاسی کشور را بازتاب می‌دهد. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که نگاهی دارد به تحولات هفته گذشته این کشور و منطقه. پس از سرنگونی جنگنده روسی به دست ترکیه، تا حدود زیادی معادلات سیاسی در منطقه به ویژه سوریه تغییر کرده. روسیه مصمم به تنبیه ترکیه در این زمینه است. ترکیه هم اگرچه ظاهراً مصمم است در این باره از روس‌ها عذرخواهی نکنه، اما آشکار و پنهان هم سعی داره روس‌ها رو از تحریم بیشتر بر علیه خودشون منصرف کنه. تا همین الان بر اساس آمارها زیان ناشی از تحریم‌های روسیه بالغ بر 4 میلیارد دلار به اقتصاد ترکیه ضرر زده. تنش سیاسی بی سابقه در روابط دو کشور، که حالا ایران هم البته نه به صورتی آشکار بلکه در سایه درگیران شده و به نوعی همراه با روسیه جبهه واحدی رو در قبال ترکیه تشکیل دادن. تنش میان آنکارا و بغداد بر سر حضور نظامیان ترکیه در عراق هم البته شرایط رو در این هفته پیچیده تر کرد و عملا میشه گفت الان ترکیه در یک تنش سیاسی در برابر یک جبهه واحدی متشکل از روسیه، ایران، عراق و البته دولت سوریه به سر میبره، که این تنش سیاسی بیش از هر چیزی بحران در سوریه رو پیچیده تر میکنه.
این هفته عربستان سعودی میزبان مخالفان سوری بود. نشستی که هدف آن انتخاب نمایندگانی از مخالفان سوری برای گفتگو با نمایندگان رژیم اسد بود. البته در این نشست علاوه بر گروه تروریستی داعش و جبهه النصره، از کردهای سوری هم دعوتی به عمل نیومد که خود این موضوع جای بحث زیادی رو بر جای گذاشت. شرکت کنندگان در نشست ریاض در مورد یک حکومت غیر نظامی و کثرت‌گرا، حمایت از تمامیت ارضی سوریه، حفظ سازمان‌های دولتی و بازسازی نهادهای نظامی به توافق رسیدند. قرار است تا پیش از پایان سال میلادی جاری نمایندگان مخالف اسد با نمایندگان دولت سوریه بر سر میز گفتگو بنشینند. در توافق ماه پیش در وین 17 کشور بر سر این موضوع توافق کردند که نهایتاً تا 6 ماه آینده در سوریه یک دولت انتقالی تشکیل بشه و طی 18 ماه آینده انتخابات سراسری در این کشور برگزار بشه. از آن سو جان کری وزیر خارجه امریکا در سفر به مسکو با مقامات این کشور مسائل سوریه رو به بحث و گفتگو میذاره. همزمان نشستی هم به زودی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک قرار هست برگزار بشه تا شاید پس از حدود 5 سال نخستین روزنهای خروج از بنبست سوریه آشکار بشه. اما در یمن رئیس جمهور این کشور اعلام کرده از این هفته یک آتش‌بس 7 روزه در یمن به اجرا در خواهد آمد. عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن البته گفته اگر حوثی‌ها به این آتش‌بس پایبند باشند احتمال تمدید آن هست. همزمان مذاکرات صلح این کشور از 15 دسامبر در سوئیس آغاز خواهد شد. این مذاکرات میان دولت یمن، حوثی‌ها و نیروهای وفادار به علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن خواهد بود. پیش از این طرفین یک بار دیگه خرداد ماه امسال در ژنو مذاکرات صلحی رو برگزار کرده بودن، اما اون مذاکرات نتیجه مشخصی رو در پی نداشت. تصویر رفته اما بخشی از یک فیلم تبلیغاتی است که گروه شیعی حزب الله النجبا از گروه‌های وابسته به ایران منتشر کرده، مربوط به عملیات اخیر اونها در جنوب حلب که در بخش از این فیلم قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران دیده میشه. اخیراً اخبار زد و نقیزی از زخمی شدن قاسم سلیمانی در حلب منتشر شده بود. پخش این فیلم تبلیغاتی پس از انتشار این اخبار بوده. الهدروع جفني محروسه بنظر عيني ودرب الشام ما تمشي وتسلم باكر الجفين. بسیار سپاسگزارم که ما رو تا انتهای برنامه همراهی کردید. هر هفته روزهای شنبه و یک شنبه می توانید مهمترین گزارش های هفته رو از این برنامه دنبال کنید. با ما از طریق نشانی هایی که بر صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و ما رو در جریان نظرها و نقد های خود قرار دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما هستم، خدایا رو نگهدارتان.